یک روز مانده به انتخابات پارلمانی پیش از موعد در هلند، نظرسنجی‌ها از رقابت تنگ و تنگ میان نامزد لیبرال‌ها و کارگران حکایت می‌کنند. بحران اقتصادی در منطقه، پولی یورو و سیاست خارجی هلند از جمله مهمترین مسائل مورد بحث میان دو نامزد احراز پست نخست وزیری است. مسئله مهاجرت نیز یکی دیگر از مواردی بود که مارک روته نخست وزیر کنونی و نامزد حزب لیبرال و ددریک سامسون نامزد حزب کارگر در مناظره دوشنبه شب به آن پرداختند. به گفته بورگون بریان، استاد دانشگاه آمستردام، تفاوت دیدگاه میان دو نامزد اصلی قابل توجه است و اختلاف‌های بسیار عمیقی بر سر بحران اقتصادی، بحران یورو و مشکل بدهی‌ها در میان دو قطب سیاسی کشور وجود دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حزب سوسیالیست هلند که مخالف اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی است، در انتخابات پیش رو می‌تواند 21 کرسی به دست آورد. در مقابل حزب لیبرال که مخالف سیاست‌های اروپایی و اسلام حراس است، 20 کرسی در اختیار خواهد داشت.